بازم یه سفر دیگه و یه شهر دیگه و آدمای نازنین دیگه. این دفعه ولی از هواپیما خبری نیست. 8 ساعت رانندگی توی اتوبان شماره 5 کالیفرنیا که آدمای زیادی معتقدن که از خسته کننده ترین جاده های امریکاست. من که همچین احساسی ندارم. هر جاده‌ای همین که آدم رو به مقصد برسونه کار خودش رو انجام داده و لذت بردن از راه دیگه به عهده خود ماست. و این جاده هم بالاخره من رو به برکلی میرسونه. شهر دانشجوییه با یکی از بهترین دانشگاه‌های دنیا و به همین دلیل از هر قوم و نژادی توی این شهر پیدا میشه. ولی آدمایی که توی برکلی هستن مدل خودشون رو دارن و هر کاری که دلشون میخواد بدون ترس از قضاوت شدن میکنن. و شاید به خاطر همینه که خیلی ها عاشق زندگی توی برکلیه. توی دانشگاه برکلی با بهاره و پیمان قرار گذاشتیم. یه زن و شوهر که هر دو مهندس نرم افزارن و مدت زیادی هم نیست که از ایران اومدن. تو سن رافائل یه شهر نزدیک برکلی زندگی میکنن و یه بخش وسیعی از وقت خودشون رو به خدمت به بچه‌ها و نوجوانای این منطقه اختصاص دادن. من در وجودم وقتی نگاه میکنم میبینم به آدمهای دور و برم وصلم، جدا نیستم، انگار بخشی از وجودم هستن. اگر رنجی در وجود اونها میبینم، این رنج رو لمسش میکنم در وجود خودم. اگر غمی رو در چهره یک کودکی میبینم، صف خیلی سختمه که سرم رو بذارم و بخوابم و نسبت بهش بی تفاوت باشم. این شاید انگیزه باشه در وجود من برای اینکه وقتی این غم رو دیدم کاری انجام بدم، قدمی بردارم که این رنج و این غم رو از چهره اون فرد پاک کنم. من تصورم اینه که دنیا مجموعه‌ای هستش از دوستانمون، اطرافیانمون و کامیونیتی که توش زندگی میکنیم. برای همین ما دوست داریم که باهاشون باشیم، بریم ببینیمشون، بچه‌ای که اطرافمون هستن و ما رو حرکت میده به این سو که بریم و یه کلاس اطفال مثلا داشته باشیم یا یه کلاس نوجوانان داشته باشیم، باهاشون صحبت کنیم، ببینیم مشکلاتشون چیه و چجوری میتونیم بهشون کمک کنیم توی هدف سازی برای زندگیشون. ما انسان ها به غیر از مادیات، به غیر از خوراک و پوشاک، به امر مهمتری برای زندگی احتیاج داریم، معنا. ما احتیاج داریم که در زندگیمون یه معنا داشته باشیم تا بتونیم پیش بریم. بدون این معنی زندگی خیلی سخته.
زمانی که برکلی درس می‌خوندم با یه برنامه اینجا آشنا شدم به نام Pioneers in Engineering، پیشگامان مهندسی. بچه‌های این برنامه می‌رفتن یه در دبیرستانای اوکلند و با بچه‌ها صحبت می‌کردن، گفتگو می‌کردن. هدف برنامه این بود که بیان از طریق گفتگو و از طریق طراحی پروژه‌های جذاب علمی به این بچه‌ها کمک بکنن که به علم و تکنولوژی علاقه‌مند بشن و این انگیزه درشون پیدا بشه که از دبیرستان فارغ التحصیل بشن و در دانشگاه درسشون رو ادامه بدن. ما برای این بچه‌ها فرماشون رو پر می‌کردیم، کمکشون می‌کردیم که بتونن کمک‌های دولتی بگیرن برای ادامه تحصیلشون. اوکلند منطقه بسیار محرومی هست در آمریکا. اکثر این بچه‌هایی که ما باهاشون صحبت می‌کردیم رنج بسیاری رو از طرف خانواده متحمل شده بودن، یعنی دقیقاً از جایی که باید عشق می‌گرفتن جز رنج و مشقت و حتی در بعضی مواقع نفرت چیزی نگرفته بودن و این خیلی دردناک بود برای ما. خیلی از این بچه‌هایی که باهاشون صحبت می‌کردم اصلاً امیدی به آینده نداشتن و چقدر دل من می‌گرفت وقتی می‌دیدم که یه نوجوان هیچ چیزی جز سیاهی پیش روش نمی‌بینه. به شهر برکلی میرم تا کمی با این شهر که به قول خیلی از شهرهای متفاوت امریکاست بیشتر آشنا بشم. برکلی بیشتر شبیه شهرهای اروپاییه. فروشگاه زنجیره‌ای توش کمتر میبینی و مردمش ترجیح میدن که از کسبه محلی خرید کنن و اونا رو حمایت کنن و به همین دلیل رستورانا و بازارهای میوه و حتی گلفروشی‌های به قول امروزی ها ارگانیک توش زیاده. بافت شهری برکلی هم طوریه که حتی تو دل شهر مناطقی داره که میشه هم از مناظر طبیعی و هم از هوای خوب استفاده کرد. و حتی اگر حوصله داشته باشی میتونی کوهنوردی هم بکنی، البته خیلی مختصر. وقتی از برکلی فارغ التحصیل شد 2013 ما به این محله جدید که هستیم موو کردیم و اونجا یک جامعه رو دیدیم که خب بچه‌های اونجا این بچه‌های دیگه بودن، این بچه‌های ما بودن، این کوچیکی من بودن وقتی می‌دیدم که بازی می‌کنن. ولی خب با یکیشون که صحبت کردم، پدر خانواده کار ساختمانی می‌کرد و مادر خانواده مجبور داشت که روزا بره توی تمیزکاری بکنه توی خونه هایی که خب درآمدی داشته باشن و این بچه ها تشویق می شدن که بعد از دوران های اسکولشون یا دوران تحصیلی دبستانشون دیگه ادامه تحصیل ندن. برای من کودکان و بچه ها خیلی مهم هستن، برای اینکه بی‌دفاع ترین و معصوم ترین قشر جامعه هستن. کسایی هستن خیلی وقتا بزرگترها رو که می بینی اگه یه اشتباهی، اگه رنجی تو زندگیشون متحمل میشن به خاطر انتخابای اشتباهی که کردن، ولی وقتی این رنج رو در مورد اطفال میبینی اونا هنوز انتخابی نکردن، اصلا فرصتی براشون
مهیا نشده که بیان و انتخابی بکنن که اون انتخاب اشتباه باشه. معمولاً دارن تبعات انتخاب‌های دیگران و بزرگتران و جامعهشون رو پس میدن. اینه که قلب من بیشتر برای بچه‌ها به درد میاد. تو خانواده بهار صدا میزنن چون روز اول بهار به دنیا اومدم. ما یه خانواده 3 نفری هستیم. من، پیمان و یه دختر کوچولوی 4 ساله به اسم آبی. منطقه‌ای که با هم کلاس داریم و پیمان خیلی کمکم میکنه، معمولا هر نقشه ای من داشته باشم کمک میکنه عملی بشه، مشکلات نجات پرستی هم میونه حرفه بهار. بعضی وقتا ساعت 3:30 شب میاد فکراشم شبا میکنه به من میگه که یه برنامه پیدا کردم برای این هفته واسه بچه‌ها. میگم بهار چشم انجام میدی ولی نمیتونی اینو تا صبح نگه داری. برای مشکلات نجات پرستیش و فکری که به ذهن من رسید این بود که تو زمین فوتبال اون منطقه بیایم و یه قلب بزرگ با تناب درست کنیم و همه گروه هایی که ظاهراً با هم دعوا دارن و جمع کنیم روی اون قلب، ازشون بخوایم دست همو بگیرن و این بیان رو به صورت سرود اجرا بکنن. چیزی که بچه ها اجرا کردن این بود: Where there is love, nothing is too much trouble and there is always time. هر کجا که عشق و محبت وجود داره هیچ مشکلی نیست و همیشه وقت هست. همراه با آهنگ زیبا و دلنشین این بچه ها سفر امروز ما هم تموم میشه و تا سفر بعدی به ساکرامنتو پایتخت کالیفرنیا با شما خداحافظی میکنیم.